با ادامه حملات اسرائیل به لبنان، سازمان ملل از وقوع یک فاجعه انسانی خبر داده و اعلام کرده است که نزدیک به یک میلیون نفر در این کشور به دلیل درگیری ها آواره شدن. زیر ساخهای غیر نظامی به شدت آسیب دیده و ظرفیت پناهگاه های آوارگان تکمیل شده است. در این شرایط بحرانی نیاز به کمک های فوری و اقدامات بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. به گزارش همکارم هم در این زمینه توجه فرمایید. سازمان ملل از وقوع فاجعه انسانی در لبنان خبر داد و اعلام کرد که حدود یک میلیون نفر در پی حملات اخیر اسرائیل به حزب الله آواره شدند. عمران رضا هماهنگ کننده کمک های انسانی این سازمان در مصاحبه ای هشدار داد که سرعت جابجایی جمعیت از 23 سپتامبر به شدت فراتر از پیش بینی ها بوده و زیر ساخت های غیر نظامی به شدت آسیب دیده است. وی تصریح کرد که مردم در جستجوی مکان های امن بارها مجبور به جابجایی شدند و در این میان 97 نفر از کارکنان پزشکی و امداد نیز جان خود را از دست دادند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز اعلام کرد که ظرفیت پناهگاه های آوارگان در لبنان به حد اشباع رسیده و بسیاری از آوارگان ناچارن شبها را در خیابانها و پارکا سپری کنند. در این شرایط نیاز به کمک های بشر دوستانه و حمایت های فوری از جانب جامعه بین المللی بیش از پیش احساس می شود. همزمان کشورهای مختلف در حال تخلیه شهروندان خود از لبنان هستند در حالی که بمباران ها همچنان ادامه دارد وضعیت ناگوار آوارگان و عدم امکان تأمین نیازهای اولیه زندگی چالش های جدی را فراوی لبنان و جامعه جهانی قرار داده است در این شرایط بغرنج تلاش های فوری برای تأمین امنیت و حفاظت از غیر نظامیان ضروری به نظر می رسد.